سلام و وقتتون بخیر. با یه ویدیو آموزشی دیگه در خدمتتون هستیم در ارتباط با حساب‌های پام. اینکه حساب پام چیه و چطوری کار می‌کنه. یه مدلی از مدیریت تخصیص درصد یا به عنوان مدیریت منابع و توزیع پول و یا پام شناخته میشه، اسامی مختلف که بهش میشه گفت. نوعی از مدیریت پول در بازار فارکس که یه سرمایه گذار میتونه پول خودش رو در نسبت‌های مورد انتخاب خودش، دلخواه خودش، به یه معامله گر و یا چند تا معامله گری که خودش انتخاب میکنه واگذار کنه و این معامله گرا یا مدیران اکانت ها هم میتونن که چندین حساب معاملاتی تو فارکس داشته باشن و با استفاده از سرمایه خودشون و همینطور سرمایه پولایی که جمع آوری شده این معامله کنن با هدف به سود رسوندن این حساب ها. حالا اعضایی که این یک حساب پام رو تشکیل میدن شامل میشن، یکیش شرکت کارگزاری فارکس، یعنی شرکتی که این امکان رو به شما میده که شما یه حساب پام داشته باشید. بخش بعدی یعنی عضو بعدی معامله گر یا معامله گرها هستن که بهشون مدیر پول یا مدیر حساب هم میگن، مانی منیجر یا اکانت منیجر هم بهش میگن. و عضو سوم هم سرمایه گذار. همونطور که میبینید سرمایه گذار افراد مختلفی میتونن باشن، علاوه خود حساب در واقع حسابگردان یا مدیر حساب، و اینها هر کدوم یه درصدی از منبع رو در واقع درصدی از سرمایه رو میتونن تامین کنن. حالا این درصد از سرمایه که تامین میشه، مثلا فرض میکنیم که این حساب پامه که $500 توش داره که از این $500 60% برای حساب در واقع کسی که حساب مدیریت میکنه، 20% برای سرمایه گذار 1، 12% سرمایه گذار 2 و 13% سرمایه گذار 3. حالا وقتی که این حساب به یک سودی میرسه، مثلا به هر عددی که سود میرسه، مثلا $100 که برسه، خب $60 میشه برای این و $20 برای این، $12 برای این، $8 برای این. حالا اگر $500 باشه به همین صورت بیشتر یا کمتر میشه. پس میزان فایده ای که یک در واقع سرمایه گذارها میگیر در حالا اینجا یه موضوع دیگه ای هم هست و اونم این که وقتی شما با یه حساب پام سرمایه گذاری میکنید، کسی که برای شما مدیریت میکنه اون حساب رو یه درصدی از اون مدیریت رو میگیره. یعنی مثلا اگر $500 فایده داشته باشه، گرداننده حساب یا مدیر حساب 20% یا 30% یا انتخاب اون عددها بستگی به نوع قراردادی که شما با اکانت منیجرتون دارید، یه درصدی از فایده رو از شما، یه درصدی از کل فایده رو میگیره و باقی اون فایده تقسیم میشه. مثلا اگر $100 باشه فایده، 20%ش رو میگیریم، 20% میشه برای سهم این سرمایه گذار و که باقیش میشه $80. اون $80 به نسبت این درصد سرمایه گذاری تقسیم میشه بین اعضا که خودش هم اگر سرمایه گذار حجمی از در واقع مانی منیجر، اکانت منیجر هم هر حجمی از این حساب رو در اختیار داشته باشه، اون هم از این سود به غیر از سودی که میگیره بابت گردانندن این حساب، از فایده هم بین اعضا تقسیم میشه، بین سرمایه گذارها تقسیم میشه. هر سرمایه گذار به نسبت درصد سرمایه که داره میتونه از این در واقع فایدهی که به دست اومده استفاده کنه. این سیستم حسابش میگن پام و روش کار کردنش هم به این صورته. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگر هر سوالی دارید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا از طریق وبسایت با ما در ارتباط باشید تا به سوالاتتون بتونیم بیشتر جواب بدیم. پیروز باش تو ماندگار و تا ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدارتون.